LG G5 with modular design. The first phone built for fun. سلام خدمت همه شما دوستان عزیز، اینجا سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهرانه و امین رستمی الان دو تا آهنگش اجرا کرده. ما اینجاییم تا گزارش مفصلی از این کنسرت خوشگل و خوشمزه و پر احساس بهتون نشون بدیم و تهیه کنیم. با ما همراه باشین، گفتگومون رو با امین ببینین، گفتگومون رو با طرفدارای امین ببینین، گزارش دوربین سپر فتایی رو ما تو سالن ببینین. بارون هوا تو داره، رنگ چشمه تو داره، قدم زدم تو بارون با تو چه حالی داره، دلم هوا تو داره. مرسی. سلام علیکم. سلام علیکم با بیننده‌ای ما داشته باشین تا شروع کنیم. خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت بیننده‌های خوب تلویزیون تیو پلاس و امیدوارم که همیشه شاد و خرم باشن. چی کار میکنین آقا این روزا؟ چه خبر؟ والا این روزا مشغول جمع‌آوری آلبوم هستیم و برگزاری کنسرت ها. جنگ دیر بده تهران قبلی شهریور بوده، الان چند وقت گذشته؟ الان فکر میکنم بوده 7 ماه گذشته باشه. علتش اینه که یه مقداری ترافیک کاری بوده تو این مدت، تقریبا همه دوستان کنسرت داشتن، یه بخشش هم مربوط به این میشد که قرار بود ما کنسرت بذاریم، تاریخ متاسفانه پیدا نکردیم برای کنسرت. و برای بفروش بودن تو فضای کنسرت به آلبوم خوب داد. چه فکری که یه تک آهنگای به ترکون با پخش درست حسابی چه تعمی داره؟ چی یعنی مهرات چجوری داره میچین که اصلا به این فکر میکنی یا نه؟ 100% فکر میکنم بهش، منتها کار خوب کردن خیلی سخت شده به خاطر اینکه الان اگر که بخوایم خودمون رو تکرار بکنیم اتفاق جدیدی توش نیست، پس مجبوریم یه اتفاق جدیدی رقم بزنیم که یه چیزای خوبی برای مخاطب، یه موج جدیدی بده. ولی همون موج جدیدم هیچ چیزی کاری نمی‌کنیم. چرا دارم انجام میدم؟ شما که پیش من نیستی هر روز. نه یعنی اصلا چه مدت اخیر ما موج جدید از امین ندیدیم، منظورم. والا بیشتر این چند وقته آلبوم جمع کردم وقتم می‌گرفت و مشغول سینگل. چرا تک ترک داشتم هر 2 ماه 3 ماه یه بار. نمورد آلبوم توضیح بده که قراره بیاد، حالا هواش چیه، اسمش چیه، چند تا ترک داره؟ فکر میکنم 12 تا ترک داشته باشه. حالا هواش عاشقانه است و بسیار ریتمیک و 6 و 8 و اینا دیگه. 6 و 8 هم داریم. داریم. آره 2 تا 6 و 8 هم داریم و به امید خدا بیاد ببینیم استقبال. عواملش کوشان حداد توی بخش تنظیم، پاشا یسربی توی بخش تنظیم کمکمون میکنه و دوستای خوب دیگه هم هستن که تازه کارتر هستن. آقا ما یه مصاحبه با شما کردیم، شما زدین یه سری ناگفته گفتیم از دعوتون و قهرتون و اینا، بعد شنیدیم آشتی کردیم. درست. والا حالا ببینید، من این کلمات خیلی اعتقاد ندارم به این که قهر بودین دیگه. خب قهر نبودیم، در ارتباط نبودن دوستان. در ارتباط نبودن. مثلا این معنیش نمیشه قهر بودین. خب ببینید، مثلا قهر موقعی به وجود میاد که شما مثلا من با آقای امامی دعوام میشه، خدا نکنه. بعد با هم دیگه دیسکانکت میشیم و این اسمش قهره. ولی ما از هم بیخبر بودیم، ولی من کارهای حمیدو گوش میدادم، مطمئنم حمیدم کار منو گوش میداد و دورا دور. چی داشتی کردین اینو تعریف کنین؟ بعد اون مصاحبه چه اتفاقی افتاد؟ همدیگر رو دیدیم پیش توی استدیو شهاب اکبری و خب من حمیدو دوست دارم، دوست قدیمیمه و دیدیم همدیگر رو.
و دوباره یاد روزای خیلی قدیم هم افتادیم با هم دیگه، تجدید مرور خاطرات کردیم و اوکی بودم. چه اصلا واقعا مشکل خاصی هم نداشتیم، منم یه مقداری فکر میکنم مصاحبم اشتباه بود. آلبوم همه چطور بوده؟ حالا که در طرفتان چون دو تا ترکشو واقعا دوست دارم، ترکی یک و دوشو خیلی دوست دارم. این ترک امشب رو استیج چه خبر امین رستمی؟ قراره چی کار کنی برای هوادارا؟ چه سورپرایزی؟ والا یه سری دو تا تکرک جدید دارم که اونا رو اجرا میکنم به نام یه دل و معجزه اینه که امیدوارم دوست داشته باشم و یه مقداری هم تو ترکیب ارکسترمون. لباس هم لباس خاصی در مورد این طرحش هم دو تاست نه؟ یه دونه جلیقه هست یه دونه هم کت. آره یه دوستی زحمت کشید آقای رضا، تشکر میکنم. ببینید احترام میذارم به مخاطبم، یعنی که به نظرم پوشش یک نفری که روی استیج میاد یه احترام مضاعفیه به کسایی که اومدن کنسرتشو ببینن. امین رستمی سال پیش تو تور شهرستانت هم شروع کردی، یه چند تا شهر هم رفتی، ماشاءالله خوبم استقبال. چرا متوقف شدیم فضا؟ به خاطر اینکه یه مقدار درگیر تولید آلبوم شدیم و آلبوم انقدر وقت گیره که اصلا مود آدم عوض میشه از کنسرت گذاشتن. فکر میکنم که تمام تلاشمون داریم میکنیم بعد از ماه مبارک بیاد انشالله. هنوز اسم خاصی انتخاب نکردم، بعد چند تا کاندید دارم برش که هنوز. دست بدیم با هم. چه خبر؟ با کی اومدی؟ با دوستان. مصاحبه است. آقا با من مصاحبه میشه بکنی؟ انگار که اصلا ما داریم جوک میگیم. مصاحبه است فنه. آقا چه خبر؟ خوشحال شدم با هم داریم مصاحبه میکنیم. آقا من اینی که میگم بخون، میگه بارون هوا تو داره. هوا تو داره. رنگ چشا تو داره. من صدام زیاد خوب میزنن. قدم زدن تو بارون؟ قدم زدن تو بارون داره. با تو چه حالی داره؟ قدم زدن تو بارون. قدم زدن تو بارون. با تو چه حالی داره؟ پارسا جان چرا اومدی کنسرت امیر رستمی؟ ها باحال بود ازش. جالب بود. جالب بود. شما برای چی بچه رو برای چی آوردین این کنسرت امیر رستمی؟ بنک آهنگ بارون رو خیلی دوست داشتم، بعد خوندم که نوشته این آهنگو اجرا میکنن، برای همین اینو انتخاب کردم. برای همینه که الان بیرون این دیگه، چون آهنگو داره اجرا میکنه، برای آهنگ بارون اومدن. اینک بخریم. شما همیشه اینقدر خوش تیپین یا میخوایم بیان کنسرت مثلا اینجوری؟ نه اصلا نه. ماشاءالله هیچ. یعنی شما بگین که اسمتون چیه؟ من محمدی ام اسمم. آقای محمدی اینقدر شکست نفسی خاکی بودن نه، کلا معتقدن که همیشه خوشتی پلته. ما همین اعتقاد داریم و خدا وکیه خود. چرا امین رستمی انتخاب کرد استاد؟ دوستش داریم. نه یعنی اکی با کدوم آهنگ طرفدار شدی؟ از قدیم بوده، از کلی آهنگاش، از همون آهنگ اول شروع شده دیگه. هر حال یه جمله به امین رستمی میگی؟ دوستت دارم. خب چی شد
قشنگ بودین کنسرت شما. نوی من به من گفت مامان جون کنسرت من اونجا که علاقه واقعا به موسیقی خیلی علاقه دارم. من خیلی عاشق موسیقی ام. یعنی زندگی میکنم در اس. خدا شر شما رو حفظ کنه همین انقدر جوون. خودم هم یه تصدا کوچولو دارم. ماجو چرا نوه صداش هم خوبه. صداش خیلی قشنگه. اما آموزیر چرا امین رستمی؟ صداش خاصه. یعنی با کدوم آهنگ طرفدار شدی؟ بارون. نخون صدات هم خوبه. نه حالا چیزه حفظ نیستم حالا. بارون هوا تو داره رنگ چشاتو داره. بارون هوا تو داره رنگ چشاتو داره. قدم زدن تو بارون عجب با تو چه حالی داره. کجا میری؟ کنسرت. کنسرته؟ یه بالا اینا رو کنسرت؟ بله. چند تا چیپسه؟ حالا خانوادگی اومدیم من تنها نمیخورم. چند نفرین؟ چه ناراحت میشی؟ ناراحت چه میشی؟ با کی اومدی؟ من مادرم و داییم و زن داییم و خودم. باریکلا کدوم آهنگ امیر رستمی دوست داری؟ بارون هوا. بارون. یه تیکشو میخونی یه کوچولو؟ نه. چرا میری عقب انقدر بیا؟ الان ناراحتی؟ نه. اوکی همه چی خیلی هم خوش تیپی. الان خوشحال شدی؟ اوکی. کاری نداری؟ نه. خدا حسن کن مارا مردم دعوت کن کنسرت برای توی این کنسرتی که از دست دادن دعوتشون کن که قراره چی ببینن توی کنسرت تو هر چی دوست داریم. خواهش میکنم والات همیشه سعی ما این بوده که تو کنسرت ها بهترین برنامه رو اجرا بکنیم و سعی خود من به شخص این بوده که ارتباط خیلی خوبی با مخاطبام داشته باشم و بهشون پیشنهاد میکنم که البته مردم و مردم باهوشی هستن خودشون کنسرت ها رو تفاوتاش رو میدونن و من مثلا چند وقت پیش کنسرت محمد علیزاده بودم چند شب پیش و خیلی لذت بردم و امیدوارم که بیشتر خواننده ها و کسایی که کارشون رو پیگیری میکنن حمایت بکنن. چقدر هم از شدید قریبی